ممنون. از روی من با تبریک اولیه شروع کنم از جامعه کارگر و اونطور که مصطفی گفت تو تحصیل کار من قرار سر اوضای دنیا بیشتر صحبت کنم و بحث عمومی‌تری کلن ایران هم وقتا معروف میشه. من محور بحث هم میزنم این شعاری که اینجا میبینید، شعار همه قدرت به نرم مدرسلی ها. من میخوام بگم معنی تو ایران چیه، تو جهان چیه و چطور به اینا مربوط و هم مربوط هست. تصویری که الان مصطفی از ایران داد به نظر من امروز دیگه مشخصا یه موزاییکی هست، یک گوشه هست از یک تصویر جهانی. سه سال پیش اینو نمیتونستید بگید. سه سال پیش جمهوری اسلامی بحران داشت، ما میدونیم خیلی وقت جمهوری اسلامی به معنی عمیق بحران داره، یعنی نمیتونه یه جامعه سر و سامان داره، حتی سرمایه داری اومده که سامان بده. تا اون که میبینیم مدام دارن به هم دیگه میپرن، اقتصادشون از این ور اون ور، یه مافیای اقتصادی دوز و فاسد سر کاره که از این ستون تا ستون فرجه داره گذران میکنه و کل طبقه سرمایه‌دار ایران بخش اعظمش مونده شده به اپوزیسیون مخالفش. همین آلترناتیو سازی که مصطفی گفت پوشش قلب باش مسئله داره. حال این بحثا تا سه چهار سال پیش مختص ایران بود. مثل که حسنی مبارک داشت آقاییش رو میکرد تو لیبی، هم اگر از من شما پنج سال پیش میپرسیدن گفتیم خودش که هیچی، پسرش هم بیاد سر کار میمونه تا چهار سال دیگه. تونستم که کسی فکر میکرد از این اتفاق بیفته. یونانی هم قبول نبود، اتحاد اروپایی هم قرار نبود بپاشه. یه ایران بحران حکومتی داره و بقیه دنیا داره زندگیشون. الان اینطوری نیست. من تو کنگره حزبمون که چهار پنج ماه پیش بود صحبت کردم، چهار ماه پیش بودم صحبت کردم، گفتم بحران جمهوری اسلامی صادر شده، جهانی شده و از اون بعد بحران بورژوازی جهانی داخلی شده. میبینیم دنیا به هم دیگه از دید طبقه سرمایه‌دار یک درصدی ها حاکم داره یه دنیا میشه و میخوام همین ارتباط اینجا باز کنم. حول همین شعاری که برای اول مهمه هم خودش فراخوان دارن، همه قدرت به نمت درستدی. اجازه بدید از همین جمله شروع کنیم. بعد از انقلاب تو مصر و تو نسا غیره یه حرکتی تو غرب شروع شد که تا حد زیادی هم الهامش از اونجا گذاشت گرفتم، الهامش رو گذاشت مصر. اگه یادتون باشه قبل از جنبش 99 درصد چیزی که الان به این اسم میگیم بهش جنبش اشغال، تو ویسکونسین آمریکا کارگران اومدن تو خیابون، تازه مبارک رفته بود، هنوز هم نرفته بود، انقلاب مصر شروع شد مبارک رفته بود. به فرماندار شهرش گفتن، نمیدونم اسمش چی بود، فامیلش رو یادم نیست، گفتن حسنی فلان، مثلا آقای براون بود، گفتن حسنی براون باید بره و رفتن میدون اصلی ویسکونسین، گفتن اینجا از تحلیل ماست و وایستادن. به جای نرسید. خب یه هفته بعد تموم شد. اعتراضشون این بود که قانون داشتن میگذارندن یه شورت هم پیدایت ویسکانسین که داشتن میزنن زیرا به صلاح کلکتیو بارگنینگ قراردادهای جمعی داشتن کارگرهای پیمانی موقت میوردن مثل ایرانش میخواستن بکنن، اینا شروع کردن. مدلشون از مصر گرفتن. خود این در خود بی سابقه است. من فکر میکنم در طی تاریخ، حالا اگه نگم تا اونجایی که تاریخ معاصر بی سابقه است که یه انقلابی علیه یه دیکتاتوری به اصطلاح جهان سومی توی کشور عربی اتفاق بیفته، تو قلب آمریکا کارگره بگه مدلام از اونجا گرفتن و به دنبال اون جنبش رو افتاد که امروز بهش میگیم جنبش 99%. ما نمیگیم، ما خودش رو میگن یه جنبش ضد کاپیتالیستی. باز اینم ما نمیگیم، اینو CNN میگه، تلویزیون فاکس میگه، فاکس نیوز میگه، BBC میگه، میگه این جنبش ضد کاپیتالیستیه و این جنبش ضد کاپیتالیستی الهامش رو از مصر میگیره. چرا؟ مگه از علی سرمایه‌داری بلند شد؟ اینا که میگن نه، میگن که مصر برای دموکراسی بلند شد و کارگری هم اونجوری توش عمومی بود، مردم بودن به خاطر اینکه خانواده فاسد حسنی مبارک بود. حالا حسنی مبارک تو کوچیک سیاهی بوده، این رو روشون نمیارن. به قول اوباما میخوام برن طرف درست تاریخ، ولی تا قبل از که مردم مصر از خواب بیدارشون کنن همه با هم طرف غلط
تاریخ تشریف داشتن، از اوباما گرفته تا حسین مبارک تا بنظیر تا قذافی، همشون دستشون تو جیب مردم داشتن زندگی سیاسی و اقتصادیشون رو میکردن. خب شما که گفتید انقلاب مصر علی حسین مبارکه که شما اشتباهی طرف برند تاریخ انتخاب کرده بودید، حالا خب خوشحالید عبدو سرجا شما، ولی دیگه به کارگر ویسکانسین چه ربطی داره؟ آمریکا که مهد دموکراسیه، خانواده 30 سال در قدرت و خانواده حسنی مبارک رو نمیدونم، دیکتاتوری هم که در کار نیست، بازار آزاد بودم که بازار آزاد الحمدلله فسادی هم در کار نیست و به اندازه که تو مصر هست نیست. انقلاب مصر یه قبل نبود علیه دیکتاتوری مصر باشه. چرا یهو نه تنها ویسکانسین بعد تمام دنیا بلند میشه و بعد قبل از اینم باز جنبش شروع بشه تو تل اویو مردم میان تو خیابون میگن اینجا قاهره است، تو تل اویو میگن اینجا قاهره است. چی شده؟ تا اونجایی که من تاریخ معاصر رو میدونم وقتی انقلاب ویتنام بود گفتن انقلاب ویتنام است علیه استعمار قدرت امپریالیستی آمریکا و قبلش فرانسه و غیره. تو خرمم که چپی بلند میشد میگفت حمایت میکنم از مردم ویتنام در مبارزهشون علیه امپریالیستی. کسی نمیاد علیه فرماندار خودش تو ایالت ویسکانسین بلند بشه بگه من از خانوم الهام گرفتم. خانوم به تو مربوط نیست. ویتکونگ به کارگر فرانسوی چه ربطی داره؟ ویتکونگ داره میجنگه با امروز آمریکا. شب اینجا هم حد اکثر جوانایی که اون موقع جوان بودن الان همسن منن تو اون جنبش بودیم دیگه. جنبش ضد جنگ ویتنام شب پیشرو قرب بلند شده بود در حمایت از یک خلق جهان سومی عقب افتاده بدبختی که امپریستا دارن خودش تو شیشه میکنن ازش حمایت کرد. خیلی آدمای شریفی بودن ازش حمایت میکردن ولی الهامی به کسی نمیداد تو ده. یا فرض کنید همه انقلاباتی که انقلاب چین، خب جوانای باز اون نسل ما کتاب سرخ ماو تو جیبشون بود ولی کارگر انگلیسی نمیومد بگه که اینجا مثلا راهپیمایی طولانی میخوام بکنم، اگه ما راهپیمایی طولانی کرد یکی نمیگفت که از ونکوور راه میفتن میرن طرف مثلا اتاوا راهپیمایی طولانی. چرا نمیگه اینجا قاهره است؟ چرا فرماندارش میگه حسنی فلانی؟ چرا میگه اشغال و جنبش اشغال؟ میگه اشغال ما شروع نکردیم، اشغال مردم قاهره شروع کردیم. چی شده؟ یه اتفاقی افتاده این وسط دیگه. سیاست که همینطوری تصادفی رندوم پیش نمیاد که. زمینه هاش چیه؟ داستان چیه؟ به نظر من تو همین چیزی که سنتز کرد همه چیزو و حرف آخر رو زد و حرف آخر مصر رو زد و حرف آخر تونس و لیبی رو زد و حرف آخر کارگر ویسکانسینی و مردم یونان و شورش لندن، شورش جوانهای آسیا لندن که 6 ماه پیش بود، همین رو سنتز کرد و گذاشت رو میز، گفت که همه خودم این آقای منترسه. این برای من و سنتز دنیاست. فقط جواب نیویورک به فساد و تمکاری وال استریت نیست اینجوری که میخواد مطبوعات رسانه ازش تصویر بگیرن که گویا همه قدرت به 99 درصدی هم بخواد دیگه یه درصدی پیدا شده تو وال استریت دزدی میکرده طمع داشته. حالا مردم نیویورک اومدن میگن که شما وال استریتید ما مین استریتیم، مین استریت در مقابل وال استریت. نه بابا جان، خودش میگه ادامه از قاهره گرفتن نه از مین استریت و وال استریت. ولی حرفی که میزنه وقتی میاد تو خیابون و میگه ما علیه 1% هستیم، این 1% وال استریت، 1% فقط تو آمریکا نیست دیگه، 1% جهان. خامنه ای توشه تا دیکتاتوری افتاده تا تنتابی که اجاش گذاشتن تا اون قدوشی که تو تونس اجاش گذاشتن تا خود جناب سرکوزی و داردسته حاکم تو غرب آمریکا تا دولت برهازده یونان تا دولت دولتی که نمیدونه چه کار کنه ایرلند تا ایسلند، دولتی که به خودشون دارن میگن وحشی پستشون. 1% دنیا داره به چالش کشیده میشه. 1% دنیا، این 1%
همیشه حاکم بوده و این یه درصد هیچ وقت اینطوری چلش نشده بود. هیچ وقت کسی بلند نشده بود چه تو قرب چه تو شرق بگه که ما 99 درصد مردم دنیا شما رو نمیخوایم و تعریف کردیم. شما برید تو سایت جنبش همین جنبش اشغال یا جنبش 99 درصد هر اسمی که بخواید بهش بگید، برید سایتشون رو نگاه کنید، خیلی روشن و واضح پلتفرمش نوشته، گفته که حزب دموکرات تو آمریکا، حزب دموکرات، حزب ریپابلیکن مال وال استریت، بانک ها مال وال استریت، ارتش مال وال استریت، انتخابات مال وال استریت و ما نه اون درصدی، ما مین استریت. میگه اینا مال یه درصدی هاست. خب مگه حرف مردم مثل از این بود؟ فرقش اینه که یه درصدی مثل اون حسنی مبارک و خانواده حسنی مبارک و جنرال ارتشیش در سر قدرت هم نمایندگی میشه. وال استریت آمریکا با حزب دموکرات حزب ریپابلیکن فرقش فقط همینه. اگر هر دوتون یه درصدی هستید، یه درصدی ایران هم نمایندگی میشه با بیت رهبری و آیت الله میلیاردر. قبل از اینکه اول مهمه، خب یه شعار شده بود تا یه جهان متحد شده دیگه. قبل از اینکه کسی این شعار رو بده، پروتاریا جهان متحد شده تو دل چنین جمعه شده، تو دل انقلابات. نمیگم آگاهانه، تشکلشو نداره، انتدازشو نداره، خیلی جواه حزبشو نداره، حالا باری اعلام میشم، ولی از لحاظ عینی یه چالشی شروع شده تو دنیا که بهش میگه که خودشون میگن که ما علیه یک درصدی ها هستیم. یکی از من پرسید چرا اینقدر میری پشت این جنبش 99 درصد؟ مگه همشون کارگرن؟ گفتم من نمیدونم، ولی میدونم یه درصد کیه. میگم یه درصد سرمایه دارن تعدیلی نیست، اینو که همه میدونم. بقیه کیه؟ کارگر نیستن، معلومه کارگر نیستن، قرار نبود اینجوری باشه. مانیفست هم اینو نمیگه، قرار نبود فقط کارگر ها سرش بکشن توی دنیا که جوانایی که کارگر آینده چی کمی الان دنیا رو به هم ریختن، اساسش جوان هست اینجا بشه دیگه. جوانی که آینده نده، جوانی که اصلا بچه از ارتش بیکاران دنیا حسابش رو برده. من نه اون شاهدی که کارگر همیش روح بگیره، اگه اون من تعبیل اقتصادی داره. خب مالیات رو از اونم گرفتن ریختن رو چی به بیلات های بیلیارد دلاری بانک ها و سرمایه‌داری کپ کنده دیگه. صندوق بازنشستگی اونم خالی کردن دیگه، فقط صندوق بازنشستگی این کارگاری که نزدن. مثلا این بحث که دنیا میره پرولتریزه میشه، دنیا میره سیاه‌سفید میشه بین سرمایه دار و کارگر، این معنیش یعنی این دیگه، یعنی طبقه کارگر ایران بلند میشه بینه 99 درصد جهان پشتش هم 99 درصد جهان میگن با تو همدردیم و میتونیم با تو همرز باشیم، به شرطی که اون طبقه کارگری که این وضعیت رو میبینه بیاد جلو و همین فراخوانی که امسال دادن رو بده، بگه اقتصاد جهانی، بگه روز جهانی کارگره، ما برای خواست کارگرها، خواست حقوق بگیرها، خواست محصلها، دانشجوها، زنان میان جلو به خاطر که سرمایه‌داری زندگی هممون رو داره میبره به طرف تباهی. دانشجوهایی که الان کلو گوشن سرشون یا شیش ماه پیش لندن گذاشتن به سرشون، یا جوان بیکاری که انقلاب مصر از جرقش رو زد، جوان ها بودن دیگه، یا اون کارگر بو عزیزی که خودش رو آتیش زد تو تونس. اینا دارن میان، اینا آمدن جلو میگن که آقا دنیا پروتریزه شده. مگه نمیبینید دنیا شده دو کمپ، یا یه درصد یا 99 درصد. و اگه من رأس جنبش کارگری دنیا میخواستم بگم، نمیدونم شعاری به تنظیم زن هم میرسی دارم که ما 99 درصدیم، نه اینکه همه کارگریم، همه کارگر موضوعی سن، خیلی ها حقوق بگیرن، خیلی ها بیکارن، خیلی ها حقوق بگیرن، خیلی ها حتی درجات بالا داشتن به بیکاری کشونده شدن، ولی هر که هستیم دنیای مشاهده ای داره که به اینجا رسیده که یه درصد نمیخواد. مشاهدهش اینه که الان از لااقل این دوره جدیدش از سال 2000 کمربندها رو صفر کنیم، ریاضت کشی اقتصادی بیشتر کار کنیم، کمتر بخوایم،
قراردادهای جمعی با کارگران امضا کردن سال بعد از سال بعد از بحران دات‌کام تو همین قرنش که شما دستمزد کمتر رو قبول کن که بیکار نشی. مسئولیتو میزنم کارت رو نگه دار و اتحادیه به اتحادیه رفت امضا کرد، قبول کردن تو قبل قبول کردن. کارگرای سندیکالیسم همیشه تو بحران کوتا میاد، برای اینکه شغلش رو نگه داره میاد میگه باشه حقوقم اضافه نکن، مزایامو بزن، مرخصیامو کم کن، حالا تو سطح جامعه مهد کودکا رو میبندی و پزشکی و فیش رو میبری بالا و تحصیل رو گرونترش کنی کنم فشارش رو بیشه تا کارگرایون هم نگران کنی. فقط تو کارخونه کارگرها کوتا میان این کار کردن و امضا کردن و بعد یه وز بدتر شد. یونان که شروع شده بود همون تو اوکش با یه جوان صحبت میکرد میگفت چرا به دولت مهلت نمیدیم؟ میگفت واقعا 10 ساله مهلت داریم، 10 ساله 10 سال آزگاره به ما میگن کمتر بخواه بیشتر کار کن. گفتیم چشم، بیکار شده، بیمه هم خورده، بازنشستگی هم ندارم، جلو کلاس هم از خونم انداختم بیرون، چون اون سم اجاره شده بدم. یعنی چی سب کنم؟ سب نه چی؟ اتفاقی که افتاد جلوی چشم مردم دنیا این بود که اومدن دولت ها، تازه چون دولت های اوباماهایی که قرار بود تازه آدم خوبه سرمایه‌داری باشه، لیبرال و دموکرات باشه، اومد بوکا گفت که میخوایم مسئله رو حل کنیم. گفتیم باشه بفرمایید حل کنیم. اولین کاری که جنرال موتورز 500 بیلیون دلار. 500 بیلیون دلار از کجا آوردی؟ یه سری کات کردیم، یه سری هم دروز روشن دوزی کردیم، یعنی صندوق پس اندازتون رو بیمی بیکاریتون رو برداشتیم خالی کردیم تو جیب بانک ها و تو جیب شرکت روز جرانو ترس. چرا؟ که این خوب میشه انشالله، رونق پیدا میشه، اجازه بدین این کار رو بکنیم، رونق پیدا میشه، رونق که راه افتاد اون وقت شما هم یک کاری گیرتون میاد. خرج مداوای سربازداری از جیب من گرفتی دادی بهش، مریضت هم بدتر شده، کاری هم خبری نیست، هر روز هم بدبخته تر. با قول اون یونانیه 10 ساله داده توی مهلت داده دیگه. خب معلومه دنیا بلند میشه میگه که نمیخوام. این واقعیت یه واقعیت عینی زندگی روزمره مردم دنیا است. تو جامعه مثل ایران باید برن تنفروشی بکنه زنه که شوهرش و بچه‌هاش زندگی بکنن، باید برن هزار بدبختی بکشن، 3 شیفته 4 شیفته کار بکنن، تو کشوری هم مثل تونس باید بره خودش آتیش بزنه دست فروشه، تو کشوری هم مثل ویسکونسین باید بیاد بگه که تو از حسن مبارک بدتری. این وضعیت عینی دنیا هست. شعبت و اشتباه است. خیلی ها نمیبینن، خیلی ها عمیق نمیشن، دقیق نمیشن که این یعنی چی وقتی میاد میگه که همه قدرت به 99 درصدی. چون من خیلی شیدم میگن جنبش اشغال یه ضعفش اینه که مطالبه نداره. من میگم قدرتش اینه که مطالبه نداره. مطالبه چی؟ شما تو تمام چپ رو نگاه کنین یه عمر مطالبه داره دیگه، مطالبه داشته هنوز هم داره. چپی که من میشناسم از همون دوره جنگ ویتنام مطالبهش این بود نه به جنگ، don't war make love، عشق ببر جنگ نکن. بعد چپ اومد گفت محیط زیست خرسای قطبی داره نسلش رو از بین رو سوراخ بزن بره کره زمین رو داغون کنه. هم روش آدم شریفی هم همه شریفی هم هست، ولی مطالبه دیگه. بعد مطالبه دیگه اصلا عراق افغانستان رو خود حل کردیم، جنگ نکنیم بکشیم بیرون. مطالبه دیگه زباله اتمی رو نرید تو کشور آفریقایی دفن کنید، اصلا سلاح اتمی رو قطع کنید. مطالبه دیگه آنتی گلوبالیزیسیون سرمایه‌داری نباید جهانی بشه. مطالبه دیگه علیه جی 20 همین پیراسون تو تورنتو بود که تمام شهر به هم ریخت، علیه جی 20 و بانک جهانی و هلی. این شعار و این حرکت سنتز همه اوناست، یعنی میگه enough is enough، این گوشش رو درست کن، اون گوشش رو درست کن، دیگه نداری جنگ نکن، عشق ببرز چیه؟ بیا پایین، بیا پایین، زوالت رو نبری چیه؟ دیگه نمیدم اون ریل بخوابم، تو آرمان نیدم اون ریل میخوابم نه اینکه قطارهای حامل زوالتی رد نشه. نمیگه من میدم تو فالستین میخوابم که پانکات بخوابم. داره میزنه به ناف قضیه، مطالبه نداره، دیگه نمیخوابه. مگه شما تو ایران جمهوری اسلامی مطالبه دارید؟
اگر میگی حق سن و غیر و غیره، برای اینکه میگی تا جمهوری اسلامی اصلا حل نمیشه، تو قبل داره به اینجا میرسه. واسه هم میگم بحران جمهوری اسلامی جهانی شد. ببینید تو قبل شما، من و شما بالاخره مدت اینجا زندگی کردیم، میدونیم زندگی هم نمی کردیم، یکم یک اوضاع دنیا رو هر کی بشناسه میدونه که یک توهم عظیمی به دولت وجود داره و یا لااقل وجود داشت. دولت نماینده مردمه، چون اینجا دموکراسی رأی میگیری، نماینده مردم، دولت نماینده ملته. اگر بعد کاری کرده اشتباه کرده، یا فرمان سیاستمدار مثلا فاسده، یا نمیدونم طمع کاری به قول خودشون، ولی در هر حال دولت نماینده مردمه. تو کشوری مثل ایران اینجوری نبوده، چون از زمان شاه مردم نیستن، دولت رفتی برو نده. میدونستن شاه با سایه سواب داره زندگی میکنه، اینا هم با سپاه پاسداران و بسیج و هیچ ادبی توهمی نه به جمهوری اسلامی داشته نه به دولت شاه. تو قرن اینجوری نبود. همین الان هم به طور عادی تو خیابون حالا هی کمتره کمتره میشه، ولی افکار عمومی قبل اساسا اینه که دولت از خودمونه. حالا مخالفی برو به حزب چپ تر رأی بده یا برو به حزب راست تر رأی بده، ولی در حال همین سیاست یعنی همین حزب هم بده. دولت ملت، ما ملت این دولت هم منافع ملی کانادا رو مثلا نمایندگی میکنه. این داستان تموم شد، چون دیدم منافع ملی کانادا رو نمایندگی نمیکنه، چون دیدم بانکا رو نمایندگی میکنه، وال استریت رو نمایندگی میکنه. و این عینیت باعث شد که طرف دیگه نیاد بگه جنبش چپ برای اولین بار نسل من واقعا تو عمر سیاسیش داره میبینه که تو غرب جنبش چپی پیدا شده که آنتی امپریالیسم به قول خودشون ضد آمریکایی‌گری نیست، که الان استقلال پیش هست که رفته کنار مثلا حسن نصرالله، ضد امپریالیسم نیست، ضد جنگ نیست، فقط اینا نیست، یا به عبارت دیگه همه اینا هست منتها به معنی سیاسی درست و ریشه یک کلمه. جنبشش اینا نیست، خودش ضد جنگه، خودش ضد زغال اتمیه، ضد نمیدونم آلودگی محیط زیست، همه اینا هست. ولی مثل مردم ایران که میگن تا جمهوری اسلامی هست فایده نداره و به دوست بعد اینا رو بندازیم، مردم قرار بدن میگن که تو یه درصدی هستن فایده نداره. اینجا میگن سیستم، ما میگیم رژیم، اینا میگن سیستم. مال سیستمه و این بس که مال سیستمه، شما برید کلیک کنید، یکی این آمار گرفته بود تو مدیاهای اجتماعی، تو یوتیوب و فیسبوک و غیره، بحث عدالت اجتماعی و اعتراض به نبود عدالت اجتماعی و اعتراض به اینکه سیستم خرابه از انقلاب تا حالا اقلا هیتاش ده برابر شد، رجوعاش ده برابر شد، سوژه شده، گفتمان مردم شده، و این داره تبدیل میشه به یه باور عمومی که اشغال از سیستمه. و همین خاطر جنبش چپ برای اولین بار تو قلبی که ما میشناسیم، تو قلب معاصر لاغت، تو قلب بعد از جنگ دوم هم میتونم بگم، برای اولین بار یه جنبش چپیه که میگه من نفس قدرت یک درصد رو چالش میکنم و صریح میاد تو پلتفرمش میگه بانک ها مال اوناست، احزاب حاکم مال اوناست، ارتش مال اوناست، کل سیستم مال اوناست، ما 99 درصدیم، ما باید سیستم رو بگیم. و از نظر شکل میگه مجمع عمومی جلال اسمبلی، یعنی اون شورایی که ما میگیم در اون، از نظر شکل میگه همه قدرت به 99 درصدی ها شکل سازمان یافته 99 درصدی ها میگه. و این امکان پذیر شده، باز یه بعد سوم قضیه اینه، این امکان پذیر شده به خاطر انقلاب تکنولوژی، به خاطر که ما مدیاهای اجتماعی میتونیم از یه ساعت از 10 میلیون نفر رأی بگیریم. و همین الان جنبش وال استریت خوش اینطوری اصلا سازمان داده، الان گفتن تابستون شروع شد ما برمیگردیم، وی آر استیل هیر، این شعار شد، وی آر استیل فری، وی آر استیل هیر، وی آر کامینگ بک، میگه تابستون شروع شد ما برمیگردیم. چجوری میاد برمیگرده؟ بسیج میکنه یا تو تمام 10 ایالت آمریکا تو خیابونا میان دیگه، یه روز اسم نداره، سازمان نداره، ولی اینترنت رو داره. و همین اینترنت که اجازه میده مبارزه فرامرزی حتی بشه. یادتونه انقلاب 88 ایران چطوری اومد همه دنیا رو گرفت؟ ندا اساسش بود، جوانایی که با سمارت فون و با اینترنت و غیره گزارش انقلاب به خارج میدادن دیگه. انقلاب مصر هم تو بود، بعدش این شد یه الگو، بعدش شد یه مدل. همون سیستمی که اجازه میده مبارزات و انقلابات جهانی باشه،
و به این سر متشکل و متعدد پیش بره، همون سیستم هم اجازه میده دیگه جامعه رو اداره کنی دیگه. اگه من بیام اروپا خواهم بگم پایه مادی تمام قدر به 90 درصد یا اینه که نه تنها این مطلوبه بلکه ممکن هم هست، میتونی این کار بکنی. این رویا نیست. چند وقت پیش با یه فیلسوف مارکسیست معروفی حتما شهری اسمش رو ژیژار صحبت سخنرانی میکرد، باش مصاحبه میکردن، گفتن خب شما حرف میزنید آیا به شما آقای از نظر شما سوسیالیست تخیلی نیست؟ گفت سرمایه‌داری تخیلیه. گفت که تخیلیه ادامه وضع موجوده. شما میتونی به من قول بدی 5 سال دیگه سر کاری دنیا رو میشه اینجوری اداره کرد؟ نمیتونی. آینده سرمایه‌داری رفت تو ابهام. و اون اول سوالم گفتم اون بحرانی که تو ایران داشتیم میگفتیم بحران حکومت اسلامی، بحران جمهوری اسلامی یا به تبارت دقیقتر بحران حکومتی بورژوازی الان تو ایران هم داره، الان خود اروپای واحد هم داره، ایرلند هم داره، اسپانیا هم داره، ایتالیا هم داره، فرانسه هم داره که اولین بار رئیس جمهورش میگن یه دوره میشه سرکوزی نمیدونم میاد اون رو یادم تو خود آمریکا نمیگن میگن نمیدونم اوباما میمونه. بحران حکومتی بس پیدا کرده به دل غرب، حالا کشوری مثل سوریه و غیره و غیره که سر جای خودش یه دل توش انقلاب میشدن دیکتاتوراشو میندازن، ولی تو خود غرب دموکراسی بورژوازی با بحران حکومتی روبرو شده. علت پایه‌ای و اساسیش بدونم چقدر وقت دارم؟ چقدر وقت هست؟ وقت نگردم. بله بله. ببینید علت واقعی و پایه این قضیه بحران به نظر من این دیگه تاریخی هست. بذارید یه کمی من عقب‌تر برم. بگم قضیه چیه؟ داستان واقعی چیه؟ چون شما عمیق شدن یعنی به نظر من آبستر شدن و تو اوضاع دقیق شدن. چون ممکنه جنبش 99 درصد رو بگید خب میاد و میره دیگه، مگه کم داشتیم؟ دیشب دیگه جمعی بودیم خیلی از دوستمون هم نمیگفتن بودم مگه نبوده این صحبت رفت نمیدونم جنبش مثلا حقوق مدنی تو آمریکا زمان لوترکینگ پارتی لوترکینگ اومد و رفت تو قرب قرب داریم جنبش ضد جنگ ویتنام بود، جنبش هیپیز بود، جنبش فمینیستا بودن، اینا نه تو چپ بودن دیگه. این هم یکی از اونا هم میگم نه دیگه این یکی از اونا نیست و این هم باز چیزیست که غرب و شرق رو به هم وصل میکنه. ببینید یه دنیایی داشتیم تا دهه 70 به نظر من، اینو خیلی خلاصه سر کار میکنم ولی این به نظرم پایه توضیح خیلی خلاصه. ما یه دنیایی داشتیم تا تو دهه 70 قرن گذشته که هنوز سرمایه‌داری امکان رشد داشت تو دنیا، یعنی یه درصد بالایی از جمعیت دنیا هنوز کارگر نبودن، دهقان بودن، رعیت بودن، به زمین وابسته بودن و یه تولید تو خیلی از کشورها هنوز تولید کالایی نبود، بازار هنوز مسلط نشده بود، بازار و سرمایه خیلی جهان نرفته بود، مثل ایران قبل از اصلاحات ارضی درسته با انقلاب مشروطه تبلیغات شروع شد ولی تا سال 42 شمسی که شاه یعنی خود آمریکا اصلاحات ارضی کرد ایران هنوز فئودالی بود، نیمه فئودالی بود. تو اون دوره بوش اون موقع جمهوری هنوز دو قطبی بود، قطب شوروی بود که صدر دولتی بود، قطب غرب که صدر بازار آزاد و هر دو اینها الگوی رشد داشتن، واقعا الگوی رشد داشتن، میتونست حتی انقلاب مثل انقلاب چین، انقلاب بود علیه فئودالیسم برای سند کردن چین، اسم مارکسیسم چپ رو خودش گذاشت ولی هدف و مضمونش این بود که یه جامعه فئودالی عقب مانده چین رو بیاره تو اصل نو. حتی انقلاب اکتبر، انقلاب اکتبر هم انقلاب سوسیالیستی بود که بالاخره قیام کرد ولی بعدش کار افتاد دست کسایی که می‌خواستن روسیه رو سنتی کنن چون روسیه فئودالی بود و از دید سرمایه‌داری روس مترقی بود اون کار. اصلاحات ارضی استالینی بالاخره اومد نیروی کار حالا با خون و پدر در آوردن از بالا بود به سمت اصلاحات ارضی ولی در حال اومد جامعه روسیه عقب مانده اروپا رو کرد قدرت دوم سنتی جهان. چین الان شده تاج سر سرمایه‌داری جهان و کشورهای دیگه حتی خود ایران بعد از اصلاحات ارضی سپاه دانش اومد، سپاه بهداشت اومد، تو کشور مالاریا رو برانداختن، تراخم رو برانداختن، اومدن نمیدونم مظاهر زندگی نو رو آوردن و اون موقع اگه نگاه کنید فلسفه بورژوازی اینه که مدل تمدن غربی است،
آی دنیا بیاد اتفاق تمدن ما. در واقع اینو میگه یه کمی خراشش بدی، یعنی آی دهقان جان بیای کارگر بشی، آی فود را جان بدید کنار و بازار جان درش رو باز کنید، چون من میخوام سرمایه صادر کنم استثمار کنم دیگه. خب معلومه وقتی ما سرمایه داریم میاد بالاخره سرعت میاد، یا ما اثبات میشه نمیدونم تحصیلش سپاه با بهداشت سپاه رو فلان پیدا میکنه، برق تو دهات میره، آب رو کشی میشه میکنه یکی شد بیران. و به این معنا سرمایه‌داری افق داره و یه الگو داره، میگه تمدن منم، به من نگاه کنید. من دیشب واسه دوستان صحبت میکردم، من یادم مدرسه میرفتم تو شهرستان تو بروجه کلاس 4 بعد از دبستان اخبار موویتون بود، موقع اشغال در شریعه و موویتون نمون که دستگاه تولیدی آمریکا میساختن، میومدن با این آپاراتای چیز تای خیابونای خاکی به ما نشون میدن که برید آمریکا خیابونای اسفال و شما هم اینجوری بشید. ببینید اینجا پمپ بنزینه. پمپ بنزین یعنی چی؟ من نگاه میکنم که واقعا مشکلی از غریبی پمپ بنزین هست، سینما هست، تئاتر هست، باله نشون میدادن. قرد میگه مدل منم. چرا اینه میگه؟ برای که بورژوازی دهات هنوز جهانی برای فرد داشت، آفریقا و آسیا علی‌العموم مقابل سرمایه‌داری بودن و این میخواست دروازه ها رو باز کنه، و برای اینکه دروازه باز کنه باید میگفت تو میشی پاریس، تو میشی نیویورک. یادتونه تو ایران میگم یادتونه حتما شوهای همسن من داغون باید خوبی باشه سوزن باید بسازیم، زوباهن بیاریم، هنوز شاه زوباهن نیورده بود، یک هدف چپ، یک آرمان چپ اون جامعه بود که باید زوباهن بیاریم، باید سوزن بتونیم خودمون بسازیم و غیره و غیره. من از نظر عینی هم معنی داشت، شما استفاده از اینکه از زوباهن هم بگو نمیدونم سوزن ساخت داره ولی آخرت پیکان ساخت اومد سرنده کرد جامعه. امروز که این قضیه تا دهه 60-70 قرن گذشته دار داشت، از اون دوره است که تقریبا میبینید دیگه جایی نمونده دیگه سرمایه نرفته باشه، جایی نرفته باشه که سرمایه دست ننداخته باشه، دنیا رو فرق کرد و همه جا رو گرفت. و وقتی اینطوری شد گفت من دیگه مدرنیست تموم شد، پست مدرنیسم. حالا پست مدرنیسم یعنی چی؟ یعنی به من نگاه نکنی و برخواست گذاشته عیسی به دید خودش، موسی به دید خودش. خوشبختی برای قربینه، خوشبختی برای تو یه چیزی که از من میگم هنف تو نگو هنف، تو مذهب خودتو داری، فرهنگ خودتو داری. چرا؟ چون دیگه از نظر عینی افق رشد در ایران اصلاحات ارضی شده، تهران پاریس نشده دیگه. برم چی بگم؟ اخبار چی بهش نشون بدم؟ خیابان‌های اسفالت همه دارن، پمپ بنزین همه دارن، تراخومی مالاریا هم افتاده، دهاتم برق‌کشی شده، مردم تا اینجا تو فقر زندگی میکنن. میگم چی؟ میگم تقصیر منه. میگم نه شاید خوشبختی نداری، شاید زن ایرانی نمیخواد آزاد بشه، شاید میخواد حجاب باشه، شاید میخواد صیغه بشه. ما چه میبینیم؟ به ما چه مربوط؟ من پست مدرنیسمم، مدرنیسم کدش؟ بنابراین کل فلسفه پست مدرنیسم که فقط فلسفه ادبی هنری نیست، یه فلسفه سیاسی اقتصادی اجتماعی با دوره‌ای متقارن میشه که بورژوازی دنیا رو فرد کرده، دنیا کسی عاقبت به خیر نشده، دیگه حالا بیایم عاقبت به خیری اصلا تعریف کنیم. اتفاقا مثل که شما شدی مثل پاریس نیستی، ولی من نمیدونم مثل پاریس بشی. ما غربیا خیال میکنیم رفاه خوش، تو شاید میخوای روزه بگیری، چه میدونم، تو شاید مذهبت خوبه. و بعد دقت کنیم تو اون دوره اگر یکی میرفت به بانک جهانی مثلا دهه 60 رو میکوبید، یا مؤسسه مالی در موقع بانک جهانی بودن، یا مؤسسه مالی بین‌المللی رو میگفت بیا من با اختصارم چیکار کنم، گفتی از کجا میای؟ از گیره میای بعد این کارو بکن، از برزیل میای بعد این کارو بکن، از ایران میای بعد این کارو بکن. به خاطر اینکه اگه فئودالی بعد فئودالی رو برندازی، اگه هنوز بی سوادی زیاده بعد بی سوادی رو برندازی، اگه تراخوم و نمیدونم مالاریا تو کشور بیداد کنی تو ایران بود یه کمپین شد مالاریا زدایی بعد این کارو بکنی، با بازار کار سرمت درست میشه. بعد بیا من بهت میگم حالا چجوری بریم زیرسازی بکنی، جاده ها رو درست کنی، راهی تو بکشی، این کارو بکنی، بعد میام میگم چجوری پیروز بشی. 50 سال پیش اینو میگفتن. الان نمیپرسی تو از کجا اومدی، میگه چیکار کنم؟ میگه ریاضت کشی اقتصادی مهم نیست کنم کجا، اسمش فرق میکنه. تو ایران بهش میگن تحلیل یارانه ها، اینجا میگن آسوریتی، ولی همون سرمایه یه نسخه داره دیگه. چرا؟ چون دیگه جوامع تو پله های متفاوت نیستن،
که بورژوازی بتونه با اراده خودش بگه اینو از ماقب سرمایه‌داری بیارم به اینجا و برابر این نسخه تو نسخه آ پله هشتمی ما فقط پله آخریم، همه پله آخره. بعد از این سقوط نمیتونی بری بالا دیگه، بعد از این سقوط. و به خاطر همین یه مکتبی درست میشه، میشه پست مدرنیسم، میشه نسبیت فرهنگی، میشه مالتی کالچورالیسم، نئو کنسرواتیسم، نئو لیبرالیسم. با فروپاشی وال استریت اینا هم تموم شد. 30 سال دنیا رو سر کار گذاشتم به نظر من. از همون دهه 60-70 که معلوم بود کفکی به تر تحقیق کرده، فروپاشی شوروی یه مستقلی بود نجات میشه داد. شوروی ریخ، گفتم بازار آزاد، بازار آزاد زنده باد. گفتن دنیا تقسیم شوروی بوده، دیکتاتوری بوده. حالا درسته اینجا فئودالیسم نیست، دیکتاتوری رو فدا نرو بسن، ولی دیکتاتوری زیر سر محور شهر های دنیا ریگان رو شوروی محور شهر دیکتاتوری ها مال اونه. زنده باد دموکراسی ما هم عیب داره، ولی آلمان ها غربی ها ببینید چه وضع آلمان شهر رو بهتره. خودشون رو فروختن با مقایسه با آلمان شرقی و کمپ خاکستری شوروی. این هم واسه 20 سال انداختشون عقب. بعد باز داشتم واسه هم میرفتن زمین، بحران ها شروع میشد. یه احمقی رفت به هوا گوه زد تو برج دوقلو. گفتن آی محور شهر رو درست کردم. خالد واکسی این مقاله چه رفت میشد؟ آقای اسلام. حالا یا تو یا بوش کف یا با اونایی یا با اونایی. و یه 10 سال همینجوری دنیا رو کشیدن. وقتی وال استریت افتاد، دیگه گفت تموم شد. کیسینجر گفت سقوط وال استریت ریختن دیوان برلین ما بود. دیوار برلین غرب ریخ. و این نه مقطعی، نه در مقایسه با کارتر و ریگان و نمیدونم تا چریز، نه در مقایسه با پست مدرنیسم. دیوار بورژوازی جهانی از انقلاب کبیر فرانسه تا امروز ریخ. چون دنیا اشباع شده از سرمایه. دنیا همه کارگرن و در نتیجه همه بیکارن. و اگه کسی بیکاره، نه به خاطر فئودالیسمه، نه به خاطر این دیکتاتور رو تحمل کنید از شوروی بهتره، نه به خاطر بدلیه که به آلمان شرقی میزنم آلمان غربی خفه بشه، هیچ کم وزیده نیست. نه شوروی مانده، نه سرمایه آزاد بازار آزاده. فریدمنی اومد، فریدمنیزم اومد، مکتب شیکاگوی اومد که گفت که سرمایه داری دنیا رو شیر و عسل میکنن. یه فوکو یا ما اومد که مبارزه طبقاتی تموم شد و چپهایی پیدا شدن که عمق دیدش و منزل 2 میلیمتر بود. گفت اصلا دوره انقلابات تموم شده. خود ما داشتیم پولمیک میکردیم، گفتن دوره انقلابات تموم شده. فوکو گفت جنگ طبقاتی تموم شده، اینا گفتن دوره انقلابات. تو ایران یه وقت این چپار رفتن بشه خاتمی. گفتن ذره ذره مصالحه تسامح غیره کار درست میکنه. بعد بورژوازی بیاد که تو ایران جا بیفته، که سرمایه روش کنه، که به کارگر حق سندیکا بده، که بعد انشالله یواش یواش بریم انقلاب رو بکنیم. داشت از این حرفا میزدن انقلاب تمام منطقه رو ایران شد. نه این قبول نیست، این قبول نیست. کارگرش تو کارگرش میگه سرمایه برسانده، کارگر تو خوابان نیست. نه این انقلاب اصلا نبود. دیدی این سمت بود، پشت موسلی بود. مصر که شد دیگه نفهمدن چی بود. تونس که شد دیگه نفهمدن چی بود. طوفان انقلاب ها شروع شد. و این طوفان انقلاب ها، من یه جای دیگر گفتم، از جنس نه 88 فقط، از جنس انقلاب 57 بود. این انقلاب 57 اولین انقلاب ضد دیکتاتوری توی کشور جهان سوم بود که در این حال سرمایه‌داری ساخت. در این حال صنعت همه جا رو گرفت. در این حال زیرساختهای سرمایه‌داری شده. در این حال مبارزه با بی‌سوادی شده. در این حال کارگر از زمین کنده شده، به شهر آورده شده. در این حال تراخم مالاریا بر افتاده و با این حال انقلاب شد. و با این حال مردم بودن مثل مرد بشن. چه نوع انقلاب بود؟ این انقلابی از نوع انقلاب مصر بود. نه از انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه علیه فودالیسم بود. حتی جنبش دهه 30 برای سرنه کردن یعنی نفت بود، سرنه کردن نفت بود تو دوره نیمه فودالی نیمه سرداری ایران. انقلاب 57 نزدیک 15 سال بعد از اصلاحات ارضی اتفاق افتاد. اگه یادتون باشه کارگرهای خارج محدوده، کارگرهای خارج از محدوده نشین، یعنی دهخانه به شهر آورده شده که اولنش به شهر، کارشو میخواد، ولی برق و آب و تلفن بهش نبرن، اون شروع کرد. مثل همون بوعزیزی مصر، مثل همون بوعزیزی تونس و کارگر نسیو و کارگر ویسکانسینی. انقلاب 57 پیش قسمت انقلاب تو این دوره بود. و الان که دنیا به هم ریخته شده، بسیاری تو این کانتکست تاریخی
از ابتدای قرن تا امروز که براتون توضیح دادم متوجه میشید سرمایه‌داری واقعا بحران داره. بحران اقتصادی جنبه کوچیکش بحران اقتصادی از دوره تاچر داشت. اونجا دوره‌ای تاچر سرمایه‌داری اومد گفت تاچر اگه یادتون باشه اومد گفت که این کمی یادتون باشه یادتون باشه اون ارزان اون شما چند سالتون بودید دوره تاچر ولی تو تاچر اومد گفت که زنده باد کاپیتالیسم. گفت چرا اپولوژتیکی سرمایه‌دار دنیا سرمایه‌دارا نو سین تو بینچ یه کتاب نوشت تاچر پولدار بودن گناه نیست و بعد گفت که من کسی رو میخوام تاچر اینو گفت میگفت من کسی رو میخوام که بیاد تو خیابون با شعار زنده باد سود زنده باد سرمایه و بعد ریگان اومد از اون تعرضی تر و بعد آخرش بوش بود دیگه آخرین کاریکاتور ریگان بوش بود در واقع ولی دنیا رو اینا قبضه کرده بودن با فروپاشی شوروی که دیگه نمیتونستی نفس بکشی نمیتونستی سر دوباره بیاری بگی آقا آزادی هم چیز خوبیه گفتن ای ایدئولوژی سردش مگه نه شوروی چی شد آزادی چی خوبیه رفاه نمیتونستی بگی میگفتن که تو طرفدار کمونیسم شکست خوردی این بساط رو درست کرده بودن بحران امروز بورژوازی ببینید بورژوازی از مدرنیسم از لیبرالیسم از کنسرواتیسم رسید به پست مدرنیسم رسید به نئو کنسرواتیسم رسید به نئو لیبرالیسم از دوره تاچر تا امروز 40 سال اخیر دنیا و امروز خودشون میگن شکست خورد رسید تو اقتصاد فریدمنیسم از کینز گذشت رسید به فریدمنیسم الان فریدمن بزرگتر از کینزه بورژوازی جهانی از مدرنیسم رد شده از پست مدرنیسم گفت پست مدرنیسم از پست مدرنیسم الان عبور کرده جوابش رو نمیده مالتیکالتورالیسم جوابش رو نمیده فلسفه سیاسی اجتماعی اقتصادیش جوابش رو نمیده فریدمنیسم جوابش رو نمیده و در نهایت نمیتونه برگرده به مدرنیسم کنسرواتیسم کینز آخر خطه ولی آخر خطه به این معناست که بورژوازی جهانی میخواد بیافته در از اون معنیش هم باید بگم به به این معنی که بورژوازی جهانی خودش بیافته به نظر من معلومه هیچ طبقه قدرت رو خودش میاد دو دستی تقدیم کنه ولی اون معنیش این هست که تعبین دنیا تحمیل دنیا مهندس‌سازی افکار دنیا بین دیکتاتوری های پرو غربی دیوار آهنی کشیدن که خودشون میدارن مردم خودشون اینا تموم شده باشه بورژوازی باید فکری با حال دنیایی که میخواد بگردونید شما نمیتونید نه تنها تو قربش که هیچ وقت نمیتونستی حتی تو شهر بشم دیگه نمیتونی یک کسی مثل مبارک بری دوره مبارک ها تموم شده تو قرب دوره ریگان ها تا چرا تموم شده هم دیگه دوره فریدمن ها تموم شده شما فیلسوف دیگه میخوای اقتصاد دیگه میخوای و این فیلسوف اقتصادون باید قورباغه رو به عنوان بلبل بتونه بفروشه به مردم چون بلبلی در کار نیست چون دیگه جای رفاه پذیر نیست سرمایه داری گوشه از دنیا نمونده که شما برید تراخمش رو حل کنی بگی که من مترقی ام رفرماتو کردی و یه نسخه داری ریاضت کشی اقتصادی ریاضت کشی اقتصادی یادتون باشه اسمش دموکراسی و آزادی بود وقتی که یوگسلاوی رو به هم ریختن وقتی اروپای شرقی اومد از کمپ شوروی بیاد بکن نمیگفت کسی ریاضت اقتصادی گفتن بازار آزاد بازار آزاد بیاد برو برو میشه شیراست و خمر رو میشه الان دیگه حتی خودشون هم میگن که آسوریتی خودشون میگن ریاضت کشی شنیدین علی خط کسی از بازار آزاد حرف بزنه بازار آزاد چی مردم بعدش میاد این میگن بعد اون قرص رو بخورین دوای تلخیه ولی بخور حالت خوب میشه و این هم بالاخره مردم ساعت چه نگاه میکنم که چند وقت دیگه بالاخره دکتر هم میگه خب شیش ماه این قرص رو بخوری من 10 سال داریم این دوای تلخ رو ببرم میدیم حالا بعد بهترم شدی که بدتر شد همین الان کامرون دولت انگلیس گفتن اعتلاف اشتاده با لیبرال دموکرات به هم میریزه چون ریسیشن بنا به آمار رسمی انگلیس ریسیشن برگشت وقتی پیش تا خورم ریسیشن برگشت ایتالیا، ایرلند و اسپانیا هم که اصلا اینا جوری زدن به این معنی میخوام بگم داستان این دفعه این تو ببینی به سازو تو ببینی یاد معنی سیاسیش چیه؟ معنی سیاسیش بنابراین یه نقد وسیعه که الان وجود داره تو ایران شما سبا سابقه گفت تو دنیا شما خودمون داریم ببینیم و این نقد وسیع اساسا به نظر من نقد دولت موافق مردم
کاملا سیاسی با بحران اقتصادی شروع شده، ولی مردم مطالبه اقتصادی ندارن. اون جنبش اتحادیه سندیکایی سنتی بود، هنوزم هست. این اول مهم هم حتما میان میگن او قانون کمه بعد زیاد بشه خوبه، اینا رو میگن. ولی این جنبش سر اینا نیست، این جنبش سر خلعیت سیاسی هست از یک دست ما، و این جنبش بر سر همین همه خدای 99 درصدی هست. و معنیش اینه که این جنبش ببین نقد پارلمانتاریسمه. نمیگم کسی پلتفرمشو داده، ولی بخونید، حتی برید سایتاشون بخونید اینا رو میبینید. نقد بروکراتیسمه، نقد پارلمانتاریسم و نقد بازار آزاد. با اینا نمیتونی مهندسی سازی افکار بکنی. بورژوازی جهان این امکانش از دست داده. ما میگفتیم یا سوسیالیسم یا بربریت، دنیا رفته تو پرتگاه. جهان سومش سر جای خودش تو همین قرنش. شما نمیتونید مسئلتون رو حل کنید. این بیکاری ها دو رقمی میشه، دو رقمیش هم میره بالای 20% و غیره. داره میشه، دارن خودشون میگن. و از اون بعد چیزی که گفتید اول بحران مسکنه، بعدا فوری خودتون فهمیدید اینو، خودتون هم قبول نکردید بحران مسکنه. اومدن گفتن از تقصیر سرمایه مالی و سرمایه تخیلی، بعد گفتن برید فصل سوم جلد 3 کاپیتال رو بخونید، مثل که مارکس راست میگفت، الان دیگه نمیدن چیه. من تو همون چهار ماه پیش که نگاه میکردم یک کنفرانسی تو سوئیس بود، مال خود بانک جهانی ها و وزرای اقتصاد رو داره، طرف سخنش رو باید شروع کرد، دوستان کل سرمایه داری رو میزن، داریم راجع به سیستم بودن یا نبودن سیستم اونه، نه بودن یا نبودن این سیاست یا اون سیاست، کل این سیستم دیده سواله. و به طور اینجور من فکر میکنم حالا تو این چارچوب اگر ایران رو ببینید، به نظر من ایران جاییه که هنوز بالقوه کاملا امکان داره که اولین جایی باشه که این تکلیف بشه. و اگه ایران اینطوری بشه دیگه جایی برای تنتابی نمیذارن. ایران تنتابی بردار نیست، قنوشی بردار نیست. ایران نمیتونی با نمیدونم بنغازی و حمله ناتو و فلان سرش شیره باری ممکنه این کار رو بکنه، همین دور خالگری رو بکنه. ولی اون مردم اگه این اختلافی جمهوری اسلامی پیش آورده، حتی از درون خودش به اسم سبز، به اسم تعدیل، به اسم نمیدونم به قول مصطفی چیز چی میگن انحلال، هر چی هر تغییری بدید، مردم از همون سوراخ میریزن میکشن تو پایین. اینطوری نیست که یه مبارکی بود دیگه، اخوان المسلمینش تو اپوزیسیون بوده، حالا بتونه بیاد سر مردم رو دیگه کلا بذاره. هیچ جریان اسلامی شانسی نداره، نه تنها شانسی واسه حکومت کردن، شانس واسه زنده موندن نداره، باید در برن. نه تنها آخوندان، امثال گنجی باید در برن، باید برن این گوشه دنیا قایم بشن، این مردم دنبالش میذارن. پرونده خصوصی داره گنجی، بابا تو جامعه. جامعه ایران، جامعه مصر و جامعه تونس نیست و اینا میدونن خودشون. واسه همین هم نمیدونن چیکارش بکنن. بحران حکومت جمهوری اسلامی درسته الان جهانی شد، ولی بحران حکومت جمهوری اسلامی 30 ساله که یک جنبشی داره به چالشش میکشه. جنبش جووناست، جنبش زناست، جنبش کارگراست. الان دیگه هر راننده تاکسی تو قم برید بگید به خدا پیغمبر و اصحابتون سگه یه پول کنه از پنیره. اینقدر که جمله مذهب اون جامعه است. این جامعه رو ببینید مذهب سوخته، ناسیونالیسم هم که از پیش سوخته بود، حالا اومده تو اپوزیسیون کوروش کبیر رو غیر میگه، ولی اینم احمدی نژاد داره میسوزونتش. بذارید یه کمی هم راجع به ایران و احمدی نژاد بگم. ببینید مصطفی توضیح داد احمدی نژاد، من می‌خواستم فقط سر ناسیونالیسم احمدی نژاد بگم شرح نزولش چیه. ببینید تو جمهوری اسلامی هر کی رئیس جمهور شده یا هر همیشه با خامنه‌ای تو کار، چون تو هم رفتی، چون من همیشه بحران داشتم، رفسنجانی بود سردار سازندگی، و اینکه بازگشایی اقتصادی میکنیم و در اقتصاد رو باز میکنیم، مدل چینی از این حرف ها من یادتونه که نشد. اون مالی رو رفت پیکارش خامنه‌ای رو شکل کشید، رو میگه چطور پتر رو کنار نمیشه، نشد. بعد خاتمی اومد گفت من میگم بازگشایی سیاسی، گفته بود تمدن ها دگرگون نشان اجازه بدید روزنامه نگاران زنهانه که در چارچوب قانون اساسی آزاد باشن، اونم گوشه کشیدن. احمد این نژاد هم باید بیاد بگه این سیستم تغییر بکنه، ولی باید یه شعاری بده که هیچ هزینه ای نداشته باشه. کوروش کبیر ناسیونالیست، نه برای کسی، نه بازگشایی اقتصادی، نه بازگشایی سیاسی، نه این روی به کسی بدید، در این حال سیخ میشید تو چشم خامنه‌ای. از این بهتر اگه دقت کنید احمد نژاد بیشترین دعوا رو با خامنه‌ای داره، اونطوری که رفسنجانی که چی خاتمی بالا میزد واسه خامنه‌ای، این شیشگی واسش می‌بنده، ولی شعاری که میده اصلا هزینه نداره واسه رژیم. میگه آقا همین زندان ها رو نگه
وحشتر رو از اون بالا دیگه همشه کنوش کمی رو بزن خد شعن نزول ناسیونیسم نوع اولی نژادی به نظر من اینه که میگه این سیستم رو میخوام تغییر بدم بدون یک ذره وعده بازگشایی اقتصادی بدون یک ذره وعده بازگشایی سیاسی ریاضت کشوی کسانا میگم از اینا بدتر میکنم الان اسم الله میکشم فردا به اسم تامیه درزی میکشم کشتن سر جاشه بحانش عوض میشه این داستان اولی نژادی حالا میبره معلومه مسئله است منطقه کاری که میکنه به نظران اعتبار رژیم زیاد نمیکنه بی اعتباری شاهیان رو بیشتر میکنه آبرو کسایی که از بیرون هم میگن ناسیونالیسم رو از بین میبره به مسئله میگن نه احمدی‌نژاد دروغ میگه این طرفدار واقعی کوروش کبیر نیست در حالی که مشایی خیلی قبل از اینها که کشف کردن که کوروش کبیر رئیس کل حقوق بشر جهان بود مشایی اومد گفت اینطوریه ایدم احمدی‌نژاد رفت تاجیکستان گفت فردوسی از اسلام خدمتش به ایران بیشتر بود دادم آخونده درم میخوام بگم این داستان داستانیه که ناسیونالیسم همیشه بورژوازی ایران با دو خط اساسی مذهب و ناسیونالیسم رو کار بوده مذهب در از دندوناش خون میچه که تو مملکت ناسیونالیسم شده ابزار جوک که همونی که از دندوناش خون میچه که یه دردش اومدن شدن کراواتی گنجی و اشکبری و نمیدونم ساسگارا یه دشان خود احمدی نژاد تیر خلاصن طرفدار کوروش کبیر شدن هر دوشون به نظر آیندهشون رو باختن سوختن ایران را حتی تو سیاست داخلیش هم نگاه کنی راهی نداره و اساس کارم همین جنبش 92 سگیر اگه من یه روزی برم مثلا یه بحث مناظری با رضا پهلوی اول سوالم اینه که آقا جون شما جواب بیکاری تو جامعه چی بود جواب تنفروشی چیه با حقوق بشر یومن حقوق بشر باید نمیکرد حتی لندن باید نمیکرد که جواب داریش بخش دوباره را تیز دادن چه تضمینی هست که شما میای کارگرا بیان بگن سندیکا میخوایم حتی و شما نگیرید نظرشون بگید تمامیت از به خطر افتاد کوروش کبیر رو واسه همین تو آفرک نخوندی که فردا من چپ بود اسم بگی احتمال به کوروش کبیر درازم کنی همین الان کردن من سخنرانی کردم پارسا تو یوتیوب و گوتنبرگ سوئد سر کوروش کبیر یک سوال کرد جواب دادن الان به سوالات کشیدن من شدم وطن فروش تمامیت ارزش فروش الان تو اپوزیسیون اینو میگی فردا که شاه بشی که من باز بعد این دفعه از کانادا دارم میشم دیگه برنده بشم دیگه داستان اینه این کوروش کبیر و تمامیت ارزی شلاقایی که پشتش نگاه کرد نگاه داشته لبخند حقوق بشری بهت میزنه وقتی به هنر برسه لبخنده یادش میره شلاقه میاد بیرون دیگه داستان و شلاقه نه اینکه بدی نداره ببین پدر این شاه هم جوان خوبی بود به نظر من تو سوئیس و زوریخ درس خونده بود یه خیلی دزنفکتر بود اومد ایران فکر کرد میتونه اونجا هم سوئیسه نه بابا جا میریزم پدرش رو در بیارم اومد مجبور شد مقام مصدق بود تا بکنه بشه شاه سایه خدا و بزن رو بکشه این هم پسرش هم ممکن از این توهمات داره من نمیگم خودش آدم دروغگو یا شیادی سیاست توطئه نیست ولی سیاست ضرورته اگه تو میخوای بری دور مملکت و بانک جهانی پیاده کنی اگه کارگر اتحادیه داشته باشه باید محدودیتش رو بزنی و حقوق بیکاریش رو بزنی مثل اینجا اگه اتحادیه نداشته باشه باید نذاری هم اتحادیه پیدا کنه دیگه بنابراین کارگر ایرانی میمونه و اعتصاب برای اتحادیه شما میای اول اینکه لیبرال بازی در داری یا خودت کودتا میکنی یا اینکه کودتا میکنی میذارت کنار دیگه اگه خیلی آدم شریف باشی کودتا میکنن شما رو میفرستن تو کاخ زمستانی اونجا زندگی کنی یه ژنرال میگه ایشون زیادی کوتاه اومد رضا پهلوی بنده اومدم مملکت رو نگه دارم این تمامیت ارز فروشان و دشمنان خونی کوروش کبیر رو به سزای اعمالشون برسونم این داستان ایران آینده است این داستان دو افق دو آلترناتیوه اینطوری نیست که ما میگیم سوسیالیسم اون میگه سرمایه‌داری ما میگیم زندگی اون میگه مرگ اینه ما میگیم رفاه میگه ریاضت کشی اقتصادی ما میگیم آزادی بلوغشان نمیگه آزادی واقعی باشد میگه استبداد اینو نمیگه ولی ضرورت طبقش ایجاب میکنه نمیتونی حق مردم رو تو ایران به رسمیت بشناسید و از اون طرف سرمایه رو راه بندازید نمیشه سوئیس نیست سوئیسش هم که بوده دو دولتش ورشکست میشه میگه همه سرمایه رو میزه تو ایران نمیتونه طبقه بورژوا لبخند بزنه حتی مثل ترکیه حق سندیکایی بده و
حق روزنامه بده، حق آزادی بیان بده، حتی حق بده زنها بتونن راحت بیان تو خیابون راه برن اونجوری که مثلا تو اسپانیا زندگی میکنن. نمیتونید ضرورت کارگرد سرورتی بیم. ما این همیشه گفتیم و این روز که همه دنیا رفته تا کمی ریاضت کشی اقتصادی نه. ولی اون وقتی میگیم دو فوق آلترناتیو نه تنها تو اینا در تمام جهان یه طرف یا سوسیالیسم و طبق کارگر یعنی آزادی 99% مردم دنیا و یا اون یه درصدی هم که یعنی فشار بیشتر فرق بیشتر و تو ایران یعنی کهریزک بیشتر تجاوز تو زندان‌های بیشتر کشتار بیشتر این بار به اسم وطن به اسم تقابل پذیر به اسم کروش کرد مثلا من و زندگی دارم با هم مبارزه میکنن و ما حزب زندگی و نماینده زندگی هست.